سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنج شنبه 11 ایون همراه شما. دادستانی ولایت سوخت در رابطه با مرگ یک سرباز جوان تاجیک در واحد نظامیش پرونده جنایی باز کرده است. در دادستانی ولایت روز 11 ایون به رادیو آزادی گفتند تفتیش اولیه معلوم کرد که فردوس رحمتاوی 22 ساله و ساکن شهر خوجند در نتیجه لت و کوب همخدمتانش در واحد نظامی در ناحیه کانی بادام کشته شده است. والدانش میگویند در بدن پسرشان آثار لت و کوب زیاد و زخم های عمیق وجود داشت و قبلا فردوس از بدرفتاری همخدمتانش هم شکایت کرده بود. اومد بود خودش اومد بود برافت گفت که مویه میزنات اونجا گفت همین خسته رو میکرد من اینجا میزنات مویه دستشون که دیم بلو موشتشون اینجا میزنم من وای با گتیک با فردوس رحمتوف ساکن شهر خوجند فقط یک ماه پیش به صف ارتش ملی تاجیکستان دعوت شد و روز 7 ایون جسد او را به والدینش دادند. پدرش عکس‌های بی‌جان پسرش را در فیسبوک نشر کرد و در یکی از آنها در بدن سرباز جوان آثار ضرب و لت دیده می‌شد. شورای علمای تاجیکستان اعلان کرد ماه رمضان هفته آینده و روز 18 ایون در کشور شروع می شود. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 11 ایون در جلسه شورا گفت به احتمال زیاد رمضان به روز پنجشنبه آینده راست می آید. اما در صورت پیش آمدن تغییر دانشمندان اسلامی مردم را خبردار می کنند. احتمال زیاد است که روز پنجشنبه 18 ماه جاری روز اول ماه مبارک رمضان است. باز تاکید میکنم اگر در صورتی که ما رو ما فرض کردیم روز سه شنبه دیدیم حتمی بگه سه شنبه با وسایل اخباری عامه تلویزیون رادیو ما اعلان می‌نماییم که روز چهارشنبه روز اول ماه مبارک رمضان است. رئیس شورای علمای تاجیکستان همچنین گفت فطر روزه 4 سامانی تعیین شد. به گفته روحانیان تاجیک افراد پیرو برجا مانده و بیماران می توانند روزه نگیرند و در عوض فدیه بدهند یا مسکینی را تعام بدهند. رمضان امسال در ماه های گرمی طاقت فرسای تابستان راست می آید و انتظار می رود تعداد روزه داران نظر به سالهای گذشته در تاجیکستان کمتر باشد. دادستانی تاجیکستان پرونده جمالالدین محمودوف یکی از رهبران حزب نهضت اسلامی را برای محاکمه به دادگاه سپرده است. در این باره وکیل دفاعش ظرفا رحمانی روز 11 ایون به رادیو آزادی خبر داد. جمالالدین محمودوف از سیاستمداران مخالف دولت به نگهداری غیر قانونی سلاح متهم می شود. بعد بازداشتش در روز 10 فوریه کمیته امنیت ملی در گزارش در تلویزیون دولتی تاجیکستان گفت جمالالدین محمودوف به یک ساکن ناحیه حصار 2 تفنگچه و 10 دانه تیر داده است و گفته است که آنها را برای روزی مبادا پنهان کند. اما جمالالدین محمودوف میگوید میخواست همدهش سلاح‌های میراث مانده از زمان جنگ شهروندی تاجیکستان را نابود کند. جمالالدین محمودوف عضو ریاست حزب نهضت و همزمان عضو کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان بود. شام 10 ایون در پایتخت تاجیکستان کنفرانس بین المللی در باره نتیجه های تطبیق 10 ساله بین المللی عمل و برای حیات به پایان رسید. رهبران تاجیکستان کنفرانس مذکور را برای آینده انسانیت، دسترسی اهالی بیشتری جهان به آب پاک آشامیدنی مهم و مؤثر ارزیابی کردند و گفتند تاجیکستان همچون منبع اصلی آب تمام کشورهای آسیا مرکزی من بعد تلاشهایش را برای استفاده با ثمر آب زیادتر میکند. در کنفرانس بین المللی آب برای حیات که روزهای 9 و 10 ایون در دوشنبه برگزار شد نمایندگان 100 کشور و رهبران سازمانهای بین المللی دایر به تقسیم عادلانه آب دسترسی بهتری مردم جهان به این ثروت بی‌بها گفتگو کردند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه